یک دیگر از دستورات ترسیمی اتوکد دستور پلی لاینه. پلی لاین همون خط داخل اتوکده مثل لاینه، ولی یه سری خصوصیات دیگه داره که با توجه به اون کاربردی که شما ازش انتظار دارید میتونید جاهای مختلف ترسیماتتون ازش استفاده کنید. یه خصوصیات خاصی داره. مثلا بیشترین چیزی که به چشم میاد، شما فرض کنید وقتی این لاین رو استفاده میکنید و چند تا خط میکشید، هر کدوم از اینها یک آبجکت میشه. هر جا که شما کلیک کردین جدا شده و یک آبجکت جدا تشکیل شده. ولی وقتی شما دستور پلی لاین رو اجرا میکنید و وقتی که رسمتون تمام میشه، تمام این یک شی و یک اندازه و قابل ویرایشه. خب دستور پلی لاین هم از تب هوم پنل دراو قابل دسترسیه و هم با تایپ دستور PL داخل اتوکد و زده کلید اینتریا اسپیس بهش میرسیم. خب بعد از اجرای دستور پلی لاین، اتوکد از شما میخواد که اولین نقطه و شروع نقطتون رو مشخص کنید. من یه نقطه رو صفحه میزنم. خب قبل از اینکه ادامه بدم و نقطه بعدی رو بدم که هم میتونم با کلیک کردن بدم هم با اندازه دادن، خب یه سری سویچ های این پایین هست. با توجه به این سویچ ها ما میتونیم از خصوصیت های پلی لاین استفاده کنیم. من از آخر شروع میکنم. سویچ وایت، این سویچ میتونید شما به خطتون ضخامت بدید. چطور؟ شما W رو میزنید، میگه ابتدای خطتون چه ضخامتی داشته باشه. من میگم مثلا 500. خب بعد باز دوباره میگه انتهای خطتون چه ضخامتی داشته باشه. من میگه همون 500 یا نه شما میتونید هر چیز دیگه ای بدید. من میگم همون 500. خب الان داره خط باز ضخامت 500 برای من رسم میکنه. دوباره واید رو میزنم، میگه ابتداتون چقدر باشه. میگم مثلا 1/10 باشه. خب میگه انتها چقدر باشه. میگم انتها 500 باشه. میبینید میتونید از این خاصیت ها جایی که لازم هست استفاده کنید. خب یکی دیگه از سویچ هاش سویچ آرکه که اونم کاربرده. شما وقتی آر ای رو که بزنید با یکی از روش هایی که قبلا خوندید میتونید آرکتون رو رسم کنید. از روش 2 نقطه، 3 نقطه، 2 نقطه، از روش درجه، سنتر، هر کدوم از اینا رو که بخواین میتونید استفاده کنید. مثلا روش 2 نقطه که اس رو که بزنن، سکند پی تی رو که بزنن، شما یه نقطه رو اینجا میدید، یه نقطه رو اینجا. میتونید با روش های مختلف خطتون رو به هم دیگه وصل کنید.